درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از عکسی که باعث قتل حکومتی کیومرس پورحمت شد و به تازگی لو رفته در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. عکسی از دیدار و دستبوسی کیومرس پوراحمد با شهبانو فرح پهلوی در فضای مجازی منتشر شده که دوباره جنجالها و حدس و گمان ها درباره مرگ مشکوک کیومرس پور را رو قوت بخشیده. عده خیلی زیادی از همکاران و فامیل و دوستان اون مرگ اون رو یک قتل حکومتی میدونن. گفته شده این عکس یکی از اون عکسهایی که کاراگاهان ایرانی باید روی دیوارشون بچسبانن چون میدونن رشته ای از این عکس به اون تناب دار متصله روزی که خیلی زوده راز قتل های زیادی از پرده برون خواهد افتاد تا اون روز باید بسیار مراقب هنرمندان بزرگ باشیم اولین فیلم کیومرس پوراحمد با نام هدف در سال 55 ساخته شد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اون در ادامه در سال 56 هم فیلم زنگ اول زنگ دوم رو برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت که جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره جهانی کودک همون سال رو برنده شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 44 به ریاست فرح پهلوی و مدیریت لی برای امیر ارجمند فعالیت خودش رو شروع کرده بود یک سال از مرگ مشکوک و مرموز کیومرس پوراحمد کارگردان بزرگ و شناخته شده ای ایرانی در ویلای ساحلیش در بندر انزلی میگذره یک سالی که هیچ کس گمان زنی در مورد خودکشی اون رو باور نکرد و فقط حکومتی ها و طرفدارانشون بودند که این حرف ها رو در فضای مجازی و در مجلات و رسانه های خودشون بیان میکردن اونها از افسردگی سالمندی و از احساس بی تا وسط یک کارگردان 74 ساله حرف می زدن. در صورتی که تمام خانواده و دوستان و همکاران نزدیک کیومرس پوراحمد از حرفهای همیشگی اون از کارهاش در آینده و پروژه هایی که در ذهنش داشت می گفتن. از اینکه اون همیشه با شور و شعف از آینده حرف میزد و هیچ وقت ذره ای احساس افسردگی و ناامیدی در اون ندیدند. بعد از انتشار عکس جنجالی پیکر بیجان حلقاویز شده اون و با توجه به زخمهای وحشتناک روی دست و بدنش همه اعضای خانوادهش و مخصوصا خواهرش حرف از شکنجه و کشته شدن اون و بعد حلقاویز شدنش زدند. دخترش هم با انتشار متنی گفته بود که من دو ساعت قبل از این خبر با پدرم صحبت کرده بودم اون مثل همیشه شوخی می کرد، حرفهای خندهدار و جالب میزد و همش از آینده حرف میزد از برنامه هایی که داره، از فکرهایی که توی سرشه و از فیلم هایی که قراره بسازه. پس چنین آدمی محاله که دست به خودکشی بزنه. بعد از انتشار خبر مرگ کیومرس پور ابتدا دلیل این مرگ سکته قلبی گزارش شد اما خیلی زود روایت عوض شد و در ماهنامه فیلم امروز دلیل مرگ اون رو خودکشی از سر افسردگی، ناامیدی، بی‌آیندگی و حس بیهودگی عنوان کردند. محمد عبدی در گفتگو با رسانه های خارجی درباره رمان تند و تیزی که با مایه های سیاسی و جنسی توسط کیومرس پوراحمد اما با نامی مستعار در لندن چاپ شده بود صحبت کرد و به شکل رسمی اعلام کردند که نویسنده کتاب همه ما شریک جرم هستیم که با نام مستعار حمید حامد در سال 1400 منتشر شده خود کیومرس پور احمده رومانی که در ابتدا با داستان عشقی با اشاره های جنسی سریح و بیپرده است که در میانه داستان به انتقادهای تیزی علیه انقلاب و جمهوری اسلامی تبدیل میشه پوراحمد که خودش با وقایع انقلاب همراهی داشته اینجا با سراحت تمام اظهار پشیمانی میکنه و با تندترین الفاظ به مبارزه با انقلاب اسلامی دست میزنه و تمام سرکوب های حاصل از این انقلاب از آن زمان تا به امروز رو نقل میکنه یاور شخصیت عاقل داستان با شنیدن حرفهای های خمینی درباره دانشگاه میگه که این مردک هر جای دنیا بود اون رو به دارالمجانین میبردن یا حالا میبینید که این فرشته چه دیکتاتوری خونینی به راه میندازه یا در قسمتی میگه آبادی که ملا نداشته باشه آدمهاش آدمترن مرحوم پور احمد این کتاب رو با جمله درباره جوزامی بسیار مهلک که زیر پوست ایران است تمام میکند چند ماه بعد مجموعه داستان دیگه ای از پورحمد در لندن منتشر شد با عنوان جسدها تکثیر می شوند. که یکی از داستانهای اون همین عنوان اصلی کتاب رو با خودش همراه داره جز و عجایب روزگار محسوب میشه شه در داستانی که به نظر می رسه خودش شخصیت اصلی اونه در حال رفتن به خونه دوستی در شمال همون خونه ای که جسدش در اونجا پیدا شده و نام صاحب خانه به سراحت در این داستان قید شده توسط ماموران امنیتی روبوده میشه داستان تخیلی پوراحمد اما مملو است از جزئیاتی مثل حلقاویز شدن که به طور عجیبی با واقعیت مرگ اون یکی شده نزدیکان پورحمد میگن اون چند صفحه وسیعتنامه نامه با حروف بسیار درشت و با ماژیک نوشته. حبیب احمدزاده از چهره های حکومتی در مراسم بزرگ داشت پورحمد گفت این وسیعتنامه نامه رو دیده و هیچ چیز سیاسی در اون وجود نداره. اما دوستان پورحمد نکته جالبی رو گوش زد کردن. پورحمد همیشه با خودش قلم و دفترچه مخصوص خودش رو داشته و بسیار منظم یادداشت میکرده. چرا حالا باید وسیعت نامش رو با ماژیک و اونطوری و با حروف درشت بنویسه از طرفی دوستان پوراحمد میگن اگر اون قصد خودکشی داشته قطعا راههای بسیار سادهتری رو انتخاب میکرد که با توجه به هوش سرشار اون مرگ با حلقاویز شدن انتخاب بسیار سخت و توان با درد و رنجیه همسر پور احمد حرفی درباره مرگ اون نزده هرچند که همزمان با سالگرد اون متن عاشقانه ای درباره اینکه دیگه بدون اون نمیتونه زندگی کنه منتشر کرده اما برخی از نزدیکان پور به راحتی خودکشی اون رو باور کردند و از این مسئله هم شاکی بودند که چرا همسر پور نخواسته که جسد اون رو ببینه و به درخواست دیگران از کالبوچه کافی هم صرف نظر کرده اما پگاه پور دختر کیومرس پور متنی رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد که نوشته بود این انسان پرکار و پویا که هیچ لحظه از زندگیش رو به بیهودگی نگذروند و همیشه حتی تا ساعتهای آخر داشت کار میکرد یه دفعه و ناگهانی در طول دو سه ساعت چون همه ما همکاران و دوستان و فامیل تا دو سه ساعت قبل با اون صحبت کرده بودیم همه صحبتها ها و ویس پر بود از شادی و امید با تبادل از ایده برای کارهای آینده و قرارهای مختلف با دوست و فامیل که به زودی قرار بود به تهران برگرده و همه اینها در حالت خنده و شوخی و تمرکز بر کارش در آینده بود کاری که طبق معمول پیش میرفت و اون فقط خواسته بود چند روزی تنها باشه که در خلوت بنویسه و کار کنه یه دفعه و ناگهانی تصمیم میگیره به زندگی خودش خاتمه بده و خودش رو با دست و بدنی کاملا زخمی و کبود و آسیب دیده میکنه عباس بختیاری هنرمند و مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس که از دوستان نزدیک پورحمد بوده همون روز مرگش با اون صحبت کرده بوده و برای مراسم خاک سپاریش حضور داشته اون گفته هیچ نشانی از ناامیدی و خودکشی در اون ندیده بوده و در ادامه به این مسئله اشاره کرده بود که مراسم خاکسپاری اون عملا پر بود از نیروهای امنیتی اگر موضوع خودکشی بود چرا وزارت اطلاعات اینقدر نقش پررنگی رو ایفا میکرد و حتی به خانواده میگفت که چیکار کنن و چیکار نکنن و چرا باید این جو وحشت رو بعد از مرگ اون به راه میانداختن موضوعی که در ادامه آقای بختیاری گفت این بود که کیومرس پور بعد از انقلاب محسا کارهای بسیار پررنگ و سریحی انجام داده بود و در پیام صوتی که از اون دارم با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی و مرگ علی خامنه ای خیلی سریح به من گفت که تردید ندارم که این حکومت خیلی زود رفتنیه که بعد بعدتر حتما اون ویس رو منتشر میکنم ایشون در ادامه گفت مرگ کیومرس از نظر من در ادامه جنایت که در این 45 ساله رخ داده و نمونه ای از فاجعه ای که درباره زنده یاد مهرجویی و همسرش هم پیش اومد این حکومت از هنرمندان به شکل واضحی میترسه روحش شاد و یادش گرامی مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش همراه ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.